به نام عزت منان بینندگان گرام قطر دوستان برنامه سلام علیکم و رحمت الله و او. باز هم وقت نشر برنامه شما عزیزان رسیده یعنی برنامه چراغ هدایت که معاصف مسلم با جمع از همکاران خود در خدمت شما عزیزان قرار دارم. دوستان نهایت گرانقدر قدر در شروع با شما یک جا میریم قلب های خود را منور میسازیم با شنیدن چند با شنیدن تلاوات چند از کلام الله مجید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده بسم الله الرحمن الرحیم نام خداوند بخشنده بخشایشگر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَن بیا الله من قبل کنتم مؤمنين و هنگام که به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده ایمان بیاورید می ما به چیز ایمان می آورید. که بر خود ما نازل شده است و به غیر آن کافر می شود در حالی که حق است و آیات را که بر آنها نازل شده تصدیق می کند بگو اگر راست می گویید و به آیات که بر خودتان نازل شده ایمان دارید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قدر می رسندید؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ فنيس مُوسَى أَنْ مؤجزات إِجْزَاتَ رَا بَرَانِ شُمَا آوَرْدَ وَشُمَا بَسَزْ غَيْبَةِ أُوْ قُوْسَالَ رَا إِنتِخَابْ كَرْدِيدْ دَرْ لكي ستمگر بودی صدق الله العلی العظیم راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه <تصفح> کسرت مال یا زیادت مال سبب تقوا بر ای انسان شود نه خدای نخواسته ای این که سبب کفر یا سبب کبر و غرور بر انسان شود خدای نخواسته داشتن مال چنان نشود که انسان اعمال کفری از وجودش سر بزند ارشادات فروتن صاحب را در همین مورد دارد. الحمد لله وحده و و على من لا نبی بعد اما بعد بین های نهایت عزیز خواهران برادران در داخل و خارج کشور السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در مورد عوامل سعادت و خوشبختی بحث هایمان من را آغاز کرده بودیم و در حلقه گذشته به خدمتتان به عرض رساندم که با سختی ها و نابسامانی ها و فراز و نشیب دنیا باید که با صبر و بردباری و تحمل دست و پنجه نرم نمایم و در مقابل هر سختی و مشکل و مشقتی که صبر بکنیم الله سبحانه و تعالی پیروزی را نصیب ما و شما میگرداند پس صبر بکنیم ولی کارها را به الله بسپاریم صبر بکنیم و منتظر آن باشیم که الله سبحانه و تعالی نتایج صبر را برای من میدهد این از جمله سعادت و خوشبختی یک انسان هست به همین گونه بدان که که زیادت مال و زیادت سروت و مادی و مادی پرستی بسیار از انسان ها را مشغول می سازد هر قدر که پول و مادیات زیاد باشد از راه حلال خیلی خوب اما این را هم باید بدانیم که انسان مصروف هم می سازد پس ما به گونه زندگی بکنیم که الله تعالی به ما مال را که میته این مال سبب غم سبب حسرت و سبب تشویش در دنیا و آخرت نشود به اندازه مال باشد چی زیاد و چی کم که ما بتوانیم در مقابل آن مال و یا با موجودیت آن مال سعادت دنیا و آخرت خود را تزمین کرده بتوانیم چون این نشود که کسرت مال ما را به گناه بکشاند چون نشود که کسرت مال ما را به تکبر و غرور بکشاند چون نشود که کسرت مال ما را از طاعت و عبادت و ذکر و فکر الله سبحانه و تعالی غافل بسازد پس دعایمان از الله امین باشد که الهی با ما مالم بده سروت هم بته غنامندی هم بته ولی به گونه ای که ما با این مال و سروت و غنامندی دیگه هم آخرت خود اعمار بکنیم دنیای خود اعمار بکنیم و همچنان این مال و سروت سبب دوری ما از آخرت و سبب کفر و سبب گناه و معصیت ما نشود این از جمله سعادت و خوشبختی انسان است که مال و قدر برایش داده شود که زندگی خود آبرومندانه پیش می و یا اگر مال زیاد برایش داده می شود استعداد آن را داشته باشد که در پهلوی مالداری دینداری خدا ترک نمی کنه. در پهلوی مالداری دینداریش ضعیف نمی شود از جمله سعادت و خوشبختی یک انسان است. چقدر زیبا یک کوزه آب با یک قرصنان و یک کتاب برای تو بهتر است و لذت بخشتر است از پادشاهی کل دنیا که یا از جمله مقوله هست که در بعض کشورها در میان علما و دانشمندان و در میان زهاد و زاهدان مشهور است یعنی الله یک زندگی برایت بدهد که از رای حلال این رزق و روزی را به دست بیاوری ولی در پهل آن به کارهای علمی به کارهای معنوی و طاعت و عبادت الله سبحانه و تعالی مصروف و مشغول باشی این جای سعادت و جای خوشبختی برای شما هست پس یک قرص که هدف از نان رزق و روزی حلال است با یک کوزه آب هدف در اینجا رزق و روزی حلال است با کتاب که هدف در اینجا کارای معنوی و کارای عبادتی و کارای علمی هست ای بهتر است از پادشاهی دنیا کرده در صورتی که تو مال داشته باشی مادیات و مغازه ها و چی و چی و چی اما معنویات اگر در نزد تو نباشه باز زندگی تو لذت بخش نیست تو مال کل دنیا را داشته باشی اما نماز نخوانی مال کل دنیا را داشته باشی اما ادب نداشته باشی علم نداشته باشی اخلاق نداشته باشی ذهن آرام نداشته باشی وجدان آرام نداشته باشی ای زندگی برای تو شاید که خوشایند نباشد پس بهترین زندگی با سعادت آن است که تو در آن به گونه زندگی بکنی که مادیات را با معنویات یک جا بسازی هر کسی که به تو ناسزا گفت دو گفت دشنام گفت زشت گفت تو در اینجا با وجود ی که قدرت و انتقام داشتی ولی تظاهر به به اطلاع ما خبر ندارم حضرت علی رضی الله تعالی عنه را کدام کس دو دشت نام زد حضرت علی گفت ما خبر ندارم زیرا کسی که به تو دو و دشنام میزند تو بدان که او پسترین و رزیلترین انسان ها هست اگر تو پس به او دودش نام میزنی عمل بالمثل انجام میدی پس تو هم خود را در ردیف مردمان پست و در ردیف مردمان سلیل قرار دادی پس چقدر خوب است که تو به حیث یک انسان مسلمان متقی و با کمال خدا خود را با هر زگویان خود را با مردمان رزیل خود را با مردمان اوباش و فاسق و فاجر مساوی نسازی ولو اونا له لحب و لهب و فضول و گپای زشته به آدرس خودت استعمال میکنه و فقط راه حکیمانه راه عاقلانه مبارزه در مقابل افراد و اشخاصین است که من خبر ندارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته دوستان نهایت گرانقدر در این قسمت برنامه حال حدیث منور از حضرت فخر موجودات را داریم از ابو سعید الخدری رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند همانا دنیا شیرین و سبز است زرق و برق دارد خداوند شما را در آن خلیفه ساخته است تا ببیند که چگونه عمل میکنید. پس بترسید از دنیا و از زنها چرا که اولین ابتلای بنی اسرائیل درباره زنها بود رواه مسلم چگونه به قلبهای مردم راه پیدا کنیم؟ کلیدهای پیدا کردن قلبها در کجا هست؟ کدام الفاظ او کدام کارها را انجام بدیم تا راه قلب‌ها را پیدا بکنیم ارشادات دکتر سیب حیات الله یعتی در در همین مورد است خوګو دوستانو محترم و او ورونو او خویندو سړی مشی تاسو ته تا هیڅ اړ او خو وختونه غوړم هي اډی کې یعنی چې هي اړيکه يو لبل سره مرسته هي اړيکه يانه تفهم هي اړيکه يانه بخانه هي اړيکه انسجام هي اړيکه قبول ٿيو کغهڙي چه خلک قبول کړي نوبایت په هکړی د خلکو خپلوی خلکو تلندوالای د خلکو زرونه راخستل دا غوې تر پهها پرې فارکلری څومره چې خلک ډیر پویګړی پیاو مو ډیر واضح وی خلق به اندازبان انداز بانی بیاد لره چی انسان که منطقیت لعاطفه نزیاد ده سه توپیر شتب ما بینده خزو او ناری نوگی عاطفه زنا بیشتر است عقلیت منطقیت مردا بیشتر است فرق بسیار کم است تقریبی است چی رقم ما و شما بتانم که ارتباطات مثبت و ارتباطات مؤثر داشته باشیم به با خاطر که دیگرها را بفهمانی اول خودت خدا بفهمان پیامت باید واضح باشه چی میخوایی؟ خودت من حیث یک انسان با چی خوش میشی؟ با کدام نقاط بسیار توجه داری؟ با کدام نقاط کار میشوی؟ چی وقت خودت هو بله؟ و چی وقت هم نخیر؟ میګوي الینه د ډیره زیاته ته د خلکو د انسانانو د دلینا یو ثني په تا چې څه اغیز کوي منفي او مثبت په هغوی هم کوي ته په چوشبانو چې خپکېږي نور خلق پامه وشو باندې خپکی تا پکم شی باندې خوشالکی نور خلق پامه وشو باندې خوشالکی تکم نقاطه تپاملر نکوي نور خلق هم همداسې نقاط لري اغه تا پاملر نکوي تد انسانانو د خلقو ګیچمنې یو انساني خپل ځان ته وګوره نور خلک هم ديباندې مقایسه کړه ایورورا ایخوري ځن او په هوا له نور څخه ځغړلې دغه طبي خبردا چې ستادر نه وایو کوي ستا په ارزښت باندې پوه شي ستا په نظر باندې پوه شي ستا د مسلحتونو او خیال وساتي نو ته هم احترام دیدران بکن دیگر هم مهم است متوجه باش بسیار زیاد به دیگران قائل احترام باشی کوشش کن که به نظر دیگران خود بفهمانی نظریات دیگران حرف های دیگران را استیعاب بکنی کوشش کن کدام مسلحت که خودت داری کدام مطالب که خودت داری از دیگران میخوایی که توجه بکنه به مسالح دیگران و به مطالبشان هم اهتمام جدي باید وکني دنیا دا اخزه ورخله ته چې کرے هغه बरे وي د نورو انسانانو سره کستا اړیکه خوي ته به خبر ده چې تاسو هم هر فعل رد فعل لري تاسو هم اړیکه ده کله نور و خلق سره ستو اړيکه خنوي تبي خبر درچت هم يو انساني څهشته لري زيااده په ملار نه کوي ستا مادي او مانوي غټه په چيكي دي نور خلق هم مادي او مانوي غټي په نظر کې لري خپل هيله او غختنه ستا تبي خبر درچي لري دي نور و خلق هيله او غختنه باید په درناوی ورته قائل شي چې تر څو ځان و په سبا تر سر وسیږي اوس مو الله ملشه دوستان خوبی ما صحبت دکتر سیبرشانی شنیدید لحظات آخر هست ناگزیر از حضور شما ایزان مرخص شم تا برنامه بعد الله یارو یا ورد. آن هش در این گوشاده در انتظار رحمت از هر سرای ردوان بوی محمد آید اول بکن تهارت آنگاه بکن عبادت از ذکر پاک صبحان بوی محمد آید در وقت صبح و گاهان بوی محمد آید بوي محمد آيات أندر سابوي مَرْدَانِ بوي محمد آيات والشمس واصفرو والليل نتمو يش. والشمس واصفرو والليل ناتمون رویش از سوره های قرآن بوی محمد آید بوی محمد آید از سوره های قرآن بوی محمد آید بوی محمد آید اندر سوای من گردان محمد آید بوی محمد آید <applause>